چند روزیه که بحث اخراج اساتید هر روز سرخط خبرهاست. فراموش نشه که پیش از اساتید این برخوردهای امنیتی و فراقانونی با دانشجویان آغاز شده بود و کماکان هم ادامه داره. از تقریبا دو ماه پیش بود که این فضای امنیتی در دانشگاه به راه افتاد و روز به روز افزایش یافت. جمهوری اسلامی میکوشه که مانع تکرار حرکت‌ها و جنبش‌های دانشجویی نظیر آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی رخ داد بشه. در یک مروری بر وقایع 24 ساعت اخیر در فضای دانشگاه کشور، در ادامه موج حذف استادان معترض و غیر خودی، مهام میقانی استاد گروه نمایش دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از اخراج خود از دانشگاه خبر داد. بر اساس اعلام شورای صنفی دانشجویان، اخراج مهام میقانی از دانشگاه تهران که سال گذشته در حمایت از دانشجویان و در اعتراض به امنیتی سازی دانشگاه از برگزاری کلاس‌های درس خود امتناع کرده بود، بدون هیچ گونه ابلاغیه رسمی و تنها با تماس تلفنی صورت گرفته. پریسا صالحی، فعال دانشجوی دانشگاه الزهرا، هم در توییتی از هجوم ماموران امنیتی به منزل شخصش خبر داد و نوشته که ماموران همزمان با توهین و تهدید او و خانواده‌اش اقدام به تفتیش منزل و ضبط گوشی موبایلش کردن. این فعال دانشجوی در ادامه نوشته که برای پیگیری پرونده روز شنبه به دادسرای کرج مراجعه میکنه. در موارد دیگر، مشتبه پوربخش، مجری پیشین برنامه ورزشی تلویزیون جمهوری اسلامی، که به علت حمایت از اعتراضات سراسری سال 1401 از ادامه همکاری با صدا و سیما منع شده بود، اعلام کرد که از تدریس در دانشگاه آزاد شعبه تهران مرکز نیز کنار گذاشته شده. او با انتشار تصویر نامه اخراجش از دانشگاه نوشت: خیلی ممنون از محبت بزرگان علم ورزش که من کوچکترین رو دعوت کردم برای تدریس در دانشگاهی که خودم اونجا درس خوندم. گویا قسمت نبود بیش از این در خدمت دانشگاه تهران مرکز و اساتید و همکاران دانشجو باشم و ممنون از مراجع زیسلاک با دقت کامل پیگیر هستن تا من جایی کار نکنم. همزمان با بالا گرفتن خبر اخراج اساتید، اما رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی طرح چنین موضوعی رو نادرست بیان می‌کنن و با توجیه رکود علمی این اساتید، این اقدام رو به نوعی امری عادی تلقی می‌کنن. از سوی دیگه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه یک اینفوگرافی منتشر کرده بود به قولی با هدف شفاف‌سازی پیرامون این بحث اخراج اساتید، که بر اساس اون دست کم 58 استاد در دانشگاه‌های مختلف ایران به بهانه‌ای متعدد اخراج شدن. طبق توضیح وزارت علوم، بر اساس اینفوگرافی که منتشر شده، 7 نفر از استادان اخراجی صلاحیت علمی خود را از دست داده بودند. 2 استاد به دلیل پاسخ منفی استعلام از مراجع امنیتی تعلیق شدند. 7 استاد با دانشگاه رابطه استخدامی نداشتند و با پایان یافتن دوره حق و تدریس قراردادشون به نوعی تمدید نشد. 1 استاد هم گفته شده به دلیل سفر به خارج از ایران بلا تکلیف. 3 استاد هم عنوان کردند که بازنشسته شدند. 3 استاد پرونده قضایی دارند. حکم انفصال موقت 7 استادان به دلیل داشتن پرونده در هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی صادر شده و در پایان گفته پرونده 3 استاد دیگر هم در حال بررسی. البته یک نقطه مشترک در بین اکثر موارد اساتید اخراج شده در این اینفوگرافی کم و کسر بوده و بهش اشاره نشده، اینکه این افراد در زمان اعتراضات مردمی به خصوص جنبش زن زندگی آزادی هم نسبت به برخوردها و پادگانی شدن فضای دانشگاهی سکوت نکردن، هم مواضعی در همسویی و همراهی با شهروندان معترض داشتن. پیرامون تداوم این روند، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم انتشار بیانیه‌ای اخراج شماری از اساتید دانشگاه رو محکوم کرده و نتایج این اقدام رو یأس، هراس، بی‌اعتمادی، دانشخوشی و تصمیمات نادرست در جامعه برشمرد. همونجوری که البته در میانه گزارش اشاره کردم، بحث رکود علمی که از دلایل اصلی اخراج اساتید ذکر شده، در حالیه که در روزهای اخیر چهره‌هایی که به عنوان جایگزین از سوی حکومت معرفی شدن، افراد چون سعید حدادیان، مدعی حکومتی، یا امیرحسین ثابتی، مجری تندرو و سوپر انقلابی، نشون میده که در این فضا بیش از در نظر گرفتن معیارهای علمی، بحث التزام به نظام و ولایت فقیه معیار اصلی مد نظر جمهوری اسلامی است.